در ابتدای مبحث به این موضوع می‌پردازیم که عشق چیست. روانشناسان اجتماعی با بررسی عملکرد و ویژگی‌های عشق دریافتند که عشق دارای مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری است و در فرهنگ‌های مختلف اتفاق می‌افتد، هرچند ممکن است طرق متفاوت تجربه شود. عشق یا دلدادگی حسی است که به معنای دوست داشتن فرد یا چیزی است، اما در کل عشق باور و احساسی عمیق، شدید و لطیفی است که با مفاهیم صلح و انسان دوستی مطابقت دارد. با این وجود کلمه عشق در شرایط مختلف معانی مختلفی را بازگو می کند. علاوه بر عشق رمانتیک که آمیختی از احساسات و میل جنسی است، انواع دیگر عشق مانند عشق عرفانی و عشق افلاطونی، عشق مذهبی، عشق به خانواده، عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق به دوست و غیره را نیز می توان متصور شد. در واقع این کلمه را می توان در مورد علاقه به هر چیز دوست داشتنی و فرح بخش مانند فعالیت های مختلف و انواع احساسات به کار برد. تئوری متفاوتی در مورد عشق وجود دارند که از اونها می توان به مازلو، ویلاو و دیلاو اشاره کرد و همینطور مثلث عشق استرنبرگ، در واقع نحوه عشق ورزی لی و مقیاس روبین، همچنین تئوری تنف اشاره کرد و همچنین سایر تئوری های موجود. پروفسور رابرت جی استرنبرگ روانشناس فرانسوی آمریکایی است. وی کم اکنون 71 سال دارد، استاد توسعه انسانی دانشگاه کرنل می باشد. وی بیشتر بر نظریه های ساکیمی هوش، مثلث عشق و دیدگاه سه فرآیند شناخته می شود. او در سال 1986 نظریه مثلث عشق را مطرح کرد، به این صورت که عشق را می توان به صورت سه مؤلفه که رؤوس یک مثلث را تشکیل می دهند توصیف کرد. این سه مؤلفه عبارتند از صمیمیت، اشتیاق و تصمیم یا تعهد. صمیمیت پیوند و نزدیکی دو نفر را نشان می‌دهد. افرادی که در روابط خود صمیمیت را تجربه می‌کنند، احساسات عمیقی نسبت به هم داشته و پیوند عاطفی بین آنها شدید است. این افراد عاشقانه در کنار هم بوده و زمانی که با هم هستند، نگرانی کمی دارند. البته عشق صمیمانه ممکن است بین اعضای خانواده و دو دوست نیز وجود داشته باشد. اشتیاق به جذابیت جسمی و عاطفی دو نفر اشاره دارد که تمایلات جنسی را نیز شامل می‌شود. وقتی شوق زیاد باشد، افراد نسبت به یکدیگر به لحاظ جسمی تحریک می شوند و به فردی که در کنارش هست حس بسیار مثبتی دارند. آنها در روابط عاشقانه خود هیجانات قوی را تجربه می کند و این ویژگی باعث افزایش برانگیختگیشان می شود. اشتیاق به سه جنبه اشاره دارد: احساس شدید یا هیجان بالا در روابط، دو حس قوی که ممکن است باعث انجام رفتارهای پرخطر شود، و سه احساس شدید جنسی عاشقانه نسبت به یک فرد. این ویژگی به تصمیم گیری فرد برای برنامه ریزی بلند مدت جهت تشکیل زندگی و پایبندی به یک رابطه اشاره دارد. این مؤلفه عشق می تواند شامل وعده هایی برای انجام کارهایی در آینده باشد. فرد متعهد خود را موظف می داند که به عنوان یک همسر خوب عمل نموده و نیازهای طرف مقابل را فراهم نماید. تعهد می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: قول انجام دادن کار در آینده، و یا قول به وفاداری به کسی یا چیزی، و یا سرخوشی و پایداری برای پشتیبانی و حمایت از دیگری. از نظر استرنبرگ سه مؤلفه اصلی عشق وجود دارد که میتوان آنها را روی یک مثلث قرار داد. زمانی که این سه مؤلفه در یک رابطه عشقی وجود دارد، میتوانیم بگوییم عشق کامل رخ داده است. اما وقتی دو یکی از این مؤلفه‌ها بیشتر از بقیه بارز باشد، حالت‌های مختلف عشق ایجاد می‌شود. هر سه مؤلفه از ابعاد با اهمیت یک رابطه عاشقانه می باشند. هر سه مؤلفه در الگوهای مختلف به درجات متغیر وجود دارند. ترکیبات مختلف انواع مختلف عشق را می سازند و همچنین می توانند با گذشت زمان تغییر کنند. مؤلفه اشتیاق در اوایل رابطه به اوج خود می رسد و سپس کاهش پیدا می کند. مؤلفه صمیمیت و تعهد با گذشت زمان به تدریج ایجاد می شوند. این مبنای مفهومی انتقال از عشق پرشور به همنشینی می باشد. رشد در صمیمیت و تعهد همزمان با ضعیف شدن اشتیاق اتفاق می افتد و این می تواند هنگامی که مشکلات ایجاد می شود و اشتیاق از بین می رود، رابطه را حفظ کند. در تصویر دو مثلث عشق فارسی و انگلیسی مربوط به حالتهای عشقی متفاوت که از ترکیب سه مؤلفه اصلی عشق به وجود می آیند را مشاهده می‌فرمایید. فقدان عشق زمانی است که ابعاد سگانه عشق در روابط افراد بسیار کمرنگ است یا اصلا وجود ندارد، مثل بسیار از روابط رسمی که افراد مرتبط با یکدیگر دارند. اگر احساس شخص
نسبت به شریک زندگی از این نوع باشد، این رابطه در معرض خطر است. همدلی زمانی است که فقط عامل صمیمیت وجود داشته باشد و از دو بعد دیگر خبری نیست یا بسیار کم رنگ است. این نوع عشق احساس ایجاد یک رابطه دوستی عمیق و حقیقی می باشد. در این حالت احساس دلسوزی، رفاقت، گرمی، مهر و علاقه و هیجانات مثبت وجود دارد. اما احساس شور و اشتیاق و تصمیم تعهد وجود ندارد. اشتیاق یا دلباختگی در این نوع عشق بعد دلباختگی بر روابط افراد یا احساس یک فرد نسبت به دیگری حاکم است. یک حالت شدید شور و اشتیاق است که در آن فرد به شدت و به طور افراطی مجذوب شده، در حالی که تعهد و صمیمیت واقعی وجود ندارد. در این حالت فرد به صورت وسواسگونه از طرف مقابل شخص ایدئالی می‌سازد. در این نوع عشق درجه بالایی از برانگیختگی فیزیولوژی و روانی وجود دارد. این نوع عشق با وصل به معشوق به شدت پایان می‌پذیرد و ممکن است به تنفر تبدیل شود. عشق خالی در این نوع عشق فقط بعد تصمیم یا تعهد وجود دارد و سایر ابعاد وجود ندارد یا بسیار کم رنگ است. به طور معمول این نوع عشق در یک رابطه بلند مدت راکت وجود دارد که در آن زوجها رابطه هیجانی و عاطفی متقابل را از دست دادند و یا آنقدر با هم ماندند که به همدیگر عادت کردند یا به علت ترس از بی کسی و یا به خصوص برای فرزندان با هم میمانند. همچنین این نوع عشق در ازدواج های از پیش ترتیب داده شده نیز دیده می شود. عشق رمانتیک این نوع عشق ترکیبی از صمیمیت و شور و شوق است که بر اساس دو جنبه جذابیت فیزیکی و عاطفی استوار است. نوعی احساس نزدیکی، قرابت و پیوند بین دو زوج است. در این حالت اعتماد بسیار بالای نسبت به همسر وجود دارد و به لحاظ عاطفی به شدت به او نزدیک است. در این نوع عشق خودافشایی بسیار بالاست و شخص بدون ترس از طرد شدن عقاید و افکار خود را با همسرش در میان می‌گذارد و زمانی که افکار و احساس خود را برای طرف مقابل ابراز می‌دارد، حالت شور شوق را در اوج خود تجربه خواهد کرد. با این حال به دلیل نداشتن بینش و تعهد امکان تداوم این عشق اندک است و در صورتی که رابطه به علت ارضای نیازهای زوجین تداوم یابد، به مرور زمان تعهد در روابط آنها به وجود می آید. عشق عاطفی این نوع عشق ترکیبی از صمیمیت و تعهد است. یک رابطه دوستانه پایدار، طولانی مدت و متعهدانه کم را با مقدار زیاد صمیمیت است. در این نوع عشق تصمیم بر آن است که شخص همسرش را دوست داشته باشد و به باقی ماندن با او متعهد می باشد. این نوع عشق همراه با بهترین روابط دوستانه است که رفتار شهوانی در آن نیز خیلی کم رنگ است و رفتار عطوفت ورزانه در آن دیده نمی شود. بسیار از عشقهای آرمانی که دوام یابد و پایدار شود تبدیل به عشق رفاقت آمیز خواهد شد. این نوع عشق بین دو همکار که سالها با یکدیگر کار کردند یا بین یک زوج که دارای فرزندانی هستند مشاهده می گردد. عشق ساده لوحانه این نوع عشق از ترکیب اشتیاق و تصمیم تعهد به وجود می آید و صمیمیت در آن دیده نمی شود. زوجین صرفاً به اساس حالت شور و اشتیاق نسبت به هم متعهد هستند و رابطه صمیمانه و عاطفی عمیقی با هم دیگر ندارند. این حالت گردبادی از هیجانات است که زود فروکش می کند. استرنبرگ معتقد است در این حالت افراد در نگاه اول عاشق دیگر می شوند و خیلی زود بدون اینکه همدیگر را بشناسند به داشتن یک رابطه طولانی متعهد می گردند. این عشق خیلی شدید و اغلب وسواسگونه است. فرد نمی تواند فکر خود را از او رها کند. شدیداً آرزو می کند به او نزدیک شود، او را لمس کند و با او در هم آمیزد و با این تخیلات به فرد حالت شور دیگر دست می دهد. عشق کامل این نوع عشق ترکیبی از سعادت صمیمیت، اشتیاق و تصمیم و تعهد است. در این حالت فرد همسر خود را به عنوان یک انسان دوست می‌دارد و به او احترام می‌گذارد. به او متعهد است و از طریق برقراری ارتباط درست با او احساس نزدیکی می‌کند. رفتار دوستانه، رفاقت آمیز، محبت آمیز و مراقبت آمیز خواهد داشت. روابط زناشویی همراه با تعهد به وفاداری و اوج لذت بدون احساس گناه تجربه می‌شود. استنبک عنوان می کند رسیدن این مرحله خیلی آسان تر از نگه داشتن آن است. در این اسلاید مواردی که گفته شد در یک شمای کلی به نمایش در آمده است. در این جدول تمامی حالات مختلف عشق که مؤلف های عشق می توان در کنار همدیگی بسازند مشاهده می فرمایید. ارزیابی های مثبت تئوری مثلث عشق انواع مختلف ترکیب حتی در صورت عدم وجود مؤلفه ها وجود دارد. دو، این مدل نشان می‌دهد که انواع مختلف عشق
در طول زمان متفاوت است و سه مؤلفه های آن بر اساس تعریف همه یا هیچ نیستند، بلکه می توانند به صورت پیوسته ارزیابی شوند. ارزیابی های منفی مثلث عشق. عشق مسئله ذهنی است. برای افراد مختلف حتی در یک رابطه نیز معانی متفاوت دارد که آزمایش تجربی آن را دشوار می کند. دو، به کارگیری نظریه در همه فرهنگ ها دشوار است. و مثال در بعضی فرهنگ ها ازدواج های ترتیب داده شده وجود دارد. سه، تفاوت های فردی آزمایش های تجربی عشق را دشوار می کند. و در نهایت دانشگاهان زیر سوال بردند که آیا صمیمیت مؤلفه جدایی از مدل می باشد؟ در کنار این موارد خالی از لطف نیست، به سری ارتباط ناسالم نیز اشاره کنیم. مثل رابطه سمی که درگیری عاشقانه با عواقع منفی برای یک یا هر دو شریک زندگی به وجود می آید. یا رابطه اعتیادآور که در یک شریک زندگی بیش از حد به دیگری وابسته می شود. و در نهایت رابطه سوء استفاده گرانه که یک شریک از قدرت برای تسلط بر دیگری استفاده می کند. رفرنس ها رو ملاحظه می فرمایید؟ از بذل توجه شما سپاسگزارم.